سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشرو. در این برنامه نگاهی میاندازیم به وضعیت اقتصادی ایران، مردم ایران در جمهوری اسلامی. نگاهی خواهیم داشت بر سفره مردم ایران، اختلافات در میان جناح‌های حکومت ایران بر سر چیست، ریشه‌های اقتصادی این اختلافات رو خواهیم شکافت و همینطور نگاهی خواهیم داشت به نقش سپاه پاسداران در عرصه اقتصادی ایران، روند گرانی در زندگی مردم ایران چه تأثیری دارد و بقیه موضوعات مربوط به سفره مردم ایران. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای دکتر جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در فرانسه. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اسدی گرامی سلام به شما در پاریس. درود بر شما، با سپاس از اینکه منو باز هم پذیرفتید. درود به هممیهنان و بینندگان گرامی. برنامه خود شما است، خوشحال میشم هر وقت که با ما و بینندگان ما باشید. آقای اسدی گرامی، ما میخواستیم از اینجا آغاز کنیم. شما به عنوان کارشناس اقتصادی که مسائل اقتصادی ایران رو زیر نظر دارید، بخواید کارنامه اجازه میدید یه سوال کنم پیش از پرسش شما؟ بفرمایید. میخوام بپرسم، شما این سوال لطف میکنید، میفرمایید که برنامه خودم هست. البته با توجه به دوستی چندین ساله‌ای که با شما دارم همچین احساسی رو دارم، اما من از این میهراسم که بینندگان شما گله کنند و ایراد بگیرند که یک جمشید کم بود، مهمانتونم جمشید دعوت کردید. نه، به هر حال شما جای خود دارید و بینندگان تا به حال که گله نکردن، هر موقعی گله کردن به هر حال یکی از ما میتونیم کنار بریم، نفع بینندگان نه دیگری. به هر حال جمشید عزیز، برمیگرده به سر خود موضوع حتما و اینکه کارنامه آقای حسن روحانی رو در عرصه اقتصادی شما چطور ارزیابی میکنید، وعده‌هایی که داده بود به کجا رسید؟ بدون شک به دور از انتظار، بسیار پایین‌تر از سطح انتظاری که می‌رفت. ببینید، اگر بخواهیم با انصاف و بدون تنش افروزی کارنامه ایشون رو بررسی بکنیم، بدیهی است که با خرابکاری‌های گسترده‌ای که آقای احمدی نژاد کرده بودند، نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم که در چنین مدت زمان یک سال و چند ماهی، یک سال، بتوانند ایشان کار عظیمی انجام بدهند. اما خب دو نکته، یکی این که اولا آقای احمدی نژاد زمانی که بر سر قدرت بودند کمتر دیده شد و شنیده شد که آقایان از هر جناحی انتقادی رو بکنند که امروز میکنند، و باز هم مثل همیشه اپوزیسیون رو دستنها گذاشتند و باز هم مثل همیشه چند سال بعد از آنچه که اپوزیسیون گفته بود و بدان رسیده بود آنها رسیدند. به هر حال ما انتظار نداریم که بعد از آن همه خرابکاری گسترده در زمان زمامداری آقای احمدی نژاد به دستاوردهای درخوری برسیم، اما انتظار داشتیم که یک دورنمای بسیار مثبتی و دلگرم کنندهی در افق اقتصاد ایران دیده شود و نمایان شود، که شوربختانه چنین نیست.
ببینید مثال‌های مختلف من بزنم. کماکان تورم سطح بالایی است. البته آمارهای دولتی خوشبینانه تر از آن چیزی که مردم باور می‌کنند. اما آمارهای دولتی هم حدود 27-30%. خب این دلگرم کننده نیست. هنوز ار هر 3 نفر ایرانی 1 نفر بیکار است. خب شما حساب بکنید چجوری تأمین زندگی خانواده ها می شود. اما اینها که ذکر کردم و مثال ها فراوان است در این مورد، همه پیامدند. آنچه که هنوز در کشور درست نشده است، تولید است، تشویق کارآفرینی است، کنار زدن رانتخاران است که خب شوربختانه دورنمای مثبتی در این زمینه ما نمی‌بینیم. کماکان رانتخارانند که فرادستند در اقتصاد کشور ما. خب در این زمینه الان به نظر میرسه یک جناحبندی سیاسی، جناحبندی‌های به اصطلاح سطح جناحبندی‌های اقتصادی است. یعنی پشت قضیه مسائل اقتصادی است. اختلافاتی به نظر میرسه بین آقای روحانی یا سپاه پاسداران هست، ارگان‌های سپاه پاسداران، حرفایی که زدن راجع به روحانی و بالعکس. اینها ارتباطات اقتصادیشون چی هست؟ از شما میشنویم. بله ببینید، رانت خاری در ایران، اجازه بدید به کوتاه سخن به آگاهی بینندگان عزیز برسانم که منظور از رانت خاری آن است که کسی به حق و امتیازی رسیده باشد به دور از یک رقابت آزادانه و برابر. یعنی به دور از آن که همه شهروندان ایرانی بتوانند به طور برابر برای اون امتیاز مبارزه بکنند و کسی که شایسته تر بود بدان برسند. مثل چی؟ مثلا فکر کنید کنکور ورود به دانشگاه که لابد همه باید در آن برابر باشند، چند یک سهمی برای یک عده خاص کنار گذاشته باشند. خب این نادران است. نتیجهش هم بعد سطح آموزش میاد پایین. هر چقدر که کنکور در یک کشوری، در کشور خودمون که همه باش آشناییم، از زمان من و شما هم جمشید گرامی کنکور بود تا به امروز، اگر که این کنکور که یک رقابت آزاد است برای همه شهروندان و برابر، یعنی هیچ کسی به سوالات دسترسی نداره، سهمیه‌ای نداره، این اگر از میان برداشته بشه و بگن به کسی سهم خاصی میدیم، خب بدیهی سطح آموزش میاد پایین و نابرابری گسترش پیدا میکنه در کشور. در اقتصاد کشور ما با یک همچین مسائلی روبرو هستیم. یک عده‌ای باید کنکور بدهند و روشن است از پیش که در اون کنکور موفق نمیشوند، چون ممتحنین نمیخواهند که اینها در کنکور برنده بشوند. و یک عده دیگه هستن که سهم میگیرن و از امتیازهای اقتصادی برخوردارن. یعنی نه از برابری در اینجا خبری است، نه از عدالت. اون دیگه این رانتخاران امروز سپاه پاسداران هستن. سپاه پاسداران از جمله ستیزی که با دولت آقای روحانی دارد بر سر هم همین امتیازها هستن. آقای روحانی هم خب حرفای ضد و نقیض در این مورد زدن. از یک سو نشانه هایی وجود دارد که این طور میتوان برداشت کرد که دست کم آقای روحانی و تیم اقتصادی او که تیم ورزیده و کارآموخته است متوجه شدند که با این اقتصاد رانتخاری هیچ کار خاصی در کشور نمیشود کرد و صحبت از پیشرفت و توسعه و کم شدن بیکاری، اینکه جوان دانش آموخته بتواند تشکیل زندگی دهد با پیدا کردن کار، ممکن نیست با این رانتخاری. اما از سوی دیگه متوجه شدن که خب این رانتخارا پشتوانه محکمی دارن. نه تنها سپاه پاسدارانن که بسیار استوارن، بسیار قدرتمندن، بلکه مقام معظم رهبری هم از یک کمچین حالتی دفاع میکنن. خب حالا شما آقای روحانی رو دارید در ستیز و در رویارویی با مقام معظم رهبری به لحاظ نمادین و با سپاه پاسداران به لحاظ قدرت عینی که در کوچه و بازار دارن. از همین روز که این رانتخاران در جای خود باقی هستن و تا به امروز ما در این مورد گشایش خاصی ندیدیم و خب امیدوار نمیشه با این حساب.
جمشید عزیز ببینین، به طور کلی اگه بخوایم کلاس بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، به طرز ساده‌ای شهر بدیم، خب اقتصاد انواع مشخصی داره، برجسته ترینش من برای بینندگان میگم، یعنی شما حتما اضافه خواهید کرد و توضیح خواهید داد. اقتصاد بازار آزاد هست، اقتصاد سوسیالیستی هست یا هر چه که هست، اقتصاد ایران رو شما چطور میتونید تفسیر کنید یا تعریف کنید؟ چه نوع اقتصادش این اقتصاد؟ یک زمان آقای بنی‌صدر میگفت اقتصاد تولیدی رو میخواد پیاده کنید، الان چیه این اقتصاد؟ ببینید اجازه بدید به پرسش شما باز کردم و از همونجا بیاغازم. فرمودید اقتصادهای گوناگونی است. به یک عبارت از یک دیدگاه میتوان گفت ما دو گونه اقتصاد بیشتر نداریم، چنانچه در سپهر سیاسی دو گونه نظام بیشتر نداریم، یا نظام دموکراتیک است یا نظام استبدادی است. روشن است که درجه های مختلف استبداد داریم، درجه های مختلف دموکراسی داریم، این روشن است. اما یک حالتی هست که مثلا به عنوان مثال بخواهم بزنم، بسیار ساده بگردانم، یک سازمان بسیار معتبر بین‌المللی وجود دارد، فریدم هاوس. این هر سال یک گزارش میدهد که اون بر مبنای اون گزارش کدوم کشورها دموکراسی هستند، کدوم کشورها نیستند. بدیهی است که در میان کشورهای دموکراسی بالا و پایین داریم، چنانچه در میان کشورهای دیکتاتوری بالا و پایین داریم، اما غیر از این ما مقوله‌ای نداریم. در اقتصاد هم و گزارش‌های جهانی بسیاری در این مورد وجود دارد، یا اقتصاد اقتصاد بازار بنیاد است، یعنی اقتصاد مردمی است، یعنی اقتصادی است که اگر قرار بود سیاسی باشد دموکراسی می‌شد، یا یک اقتصاد غیر بازار بنیاد داریم که این دست قلدر هاست که اگر سیاسی میشد میشدن مستبد. در نتیجه به یک اعتبار بین اقتصاد ایران در شرایط کنونی و اقتصاد سوسیالیستی تفاوتی نیست. در زمان مثلا حکومت شورویستی چنانچه معروف شد، بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد اون کشور رو نومانکلاتورا تعریف کردن. نومانکلاتورا یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای هستن که تمام امتیازات رو در خود دارن. خب میدونید اون یک اقتصاد شورویستی بود که گفته بودن ما برای کارگر میایم و میخوایم تمام ثروت روسیه رو بر سر سفره، لابد که اونا سفره ندارن، گفتن میز، بر سر میز کارگران بذاریم و دهقانان بذاریم و مستضعفین بذاریم و فابرهنه‌ها بذاریم و همه اینها. اونا با همین شعارها اومدن. اما تجربه چه نشان داد؟ این کسانی که قدرت رو در دست میگیرن که خدمتگذاری بکنن، بدتر از مستبدین پیشینن که مردم آرزومند حکومت تزاری بودن. در کشور خودمون هم خب همچین دور از ذهن نیست. این نومانکلاتورا، حکومت سوسیالیستی، همون راندخاری در کشور ماست. همون کسانی هستن که به این امتیاز رسیدن بدون این گونه رقابت عادلانه ای کرده باشن. یعنی برای اینکه بسیار کوتاه سخن به پرسش شما پاسخ بدهم، رژیم اقتصادی جمهوری اسلامی چه نوع رژیمی است؟ رژیم راندخاری، رژیم مستبد استبداد در زمینه اقتصادی. از فریدم هاوس صحبت کردن من البته موضوع برنامه ما نیست، امیدواریم در برنامه های آینده بتونیم در این زمینه ها صحبت کنیم، اونجا که مربوط به حقوق بشر هست، آزادی های دموکراتیک یا هرچی که هست. درباره این نهاد هم به خصوص، یعنی درباره نحوه رفتار این سازمان در ارتباط با ایران حتما صحبت خواهیم کرد، دست به عصا بودن این سازمان و بیانیه ها یا اطلاعات که در این زمینه منتشر کردن. به هر حال تا چه اندازه سیاست باز هستند برخی از این سازمان های مدافع آزادی در جایی که فعالیت میکنن، به خصوص در همینجا. در این زمینه حتما در برنامه های آینده صحبت خواهیم کرد. نکته آقای اسدی عزیز، ببینید آیا جمهوری اسلامی اشاره کردی که با شعار حمایت از پابرهنه ها آمد، مستضعفین آمد، بنیاد
عظیم مستضعفان را افتاد و سرمایه های کلان مصادره کردن ها که بیننده ها در جریان هستند. آیا تعداد مستضعفان واقعا آماری ما بخوایم صحبت کنیم در ایران کمتر شد بعد از انقلاب یا بیشتر شد؟ طبقه متوسط اقتصادی از نظر اقتصادی پیش از انقلاب به چه روزی درآمد پس از انقلاب؟ بله، برای پاسخ به پرسش شما جمشید گرامی میتوان به گزارش های خود نظام مراجعه کرد. درآمد سرانه ملی ما هنوز به دوران پیش از انقلاب باز نگشته است. خب چیز غریبی هم نیست، شما زمانی که رشد منفی 5% دارید خب از کجا میخواید درآمدی تحصیل کرده باشید که آن را به مستضعفان بدهید حالا یا ندهید؟ اصلا تولید نکردن در دوران آقای احمدی نژاد. تولیدی که قرار بود بشود اگر ما حدود بین 5-8% تولید بکنیم سالها پیش این برآورد شده بود. از افزایش شمار بیکاران جلوگیری می شود. حالا کوتا جذب بشه بیکاری در کشور. خب وقتی کسی بیکاره چطور میخواد این درآمدش بره بالا، وارد طبقه متوسط بشه، از پا برهنگی بیاد بیرون، مستضعفی بیاد بیرون؟ این گزارش های خود نظام در این مورد. شوربختانه ما میتونیم اینو بگیم و اینجاست جمشید گرامی که من و شما باید به دوربینی امام راحل آفرین بگوییم. با توجه به آمارهای خود نظام بدون شک در زمینه اقتصاد کارنامه جمهوری اسلامی کارنامه ورشکسته و سیاه است. اما چرا باید حالا به دوراندیشی و دوربینی یا آقای خمینی امام راحل آفرین بگیم؟ پس اینکه اونشون از همون اول گفتن اقتصاد مال خر است، یعنی مال شهروند و مردم پاک و جانبرکف ایران نیست. در نتیجه انتظاری نمیتوان داشت که این اقتصاد بخواهد رشد بکند مادامی که چون این دیدی رو نسبت به اقتصاد دارن. و خاطرتون هست وقتی که آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شد، وقتی حرفایی میزد که بسیار باعث آشفتگی اندیشه اقتصاددانان میشد، ایشون میگفتن که افتخار میکنم که از اقتصاد اطلاعی ندارم. خب در این شرایط دستاوردهام همین است که هست و بازگشت از کمتر است از دوره‌ای که پیش از انقلاب. ما یک دقیقه وقت داریم. آقای محسن رضایی گفته ریشه این مسائل ما مربوط میشه به سیاست‌های رضا شاه، درسته؟ نمیدونم اینو جدی میفرمایید یا آخر برنامه. بله، چون آخر برنامه است و بهتر است با میدونید آقای سردار این چنین سخنی میکنند به خاطر اینکه خودشون از راندخارهای بسیار بزرگ هستند. پرونده های بسیار زیادی در این زمینه افشا شد. هم آقای پالیزدار که عضو شورای تفحص مجلس بودن از دوستان آقای احمدی نژاد بودن در این زمینه گفتگو کردن، هم در پرونده آقای مهافرید امیر خسروی اسم ایشون به عنوان کسانی که از رشوه دهندگی آقای امیر خسروی بهره‌مند شده بودن اسم ایشان آمد. حالا اینکه این اشکالا مال نه راندخاران و رشوه بگیران باشد و مال زمان رضا شاه باشد، خب بحثی است که احتیاج به برنامه مفصل‌تر داره و احتمالاً در اون برنامه از جمله مهمانان باید طنز پردازان هم باشند. از بابت صحبتایی که در این زمینه مثل صحبت آقای رسه. بله، امیدوارم. جمشید عزیز با سپاس بسیار از شما و با امید اینکه بله در برنامه‌های دیگه هم با ما باشین فارغ از هر گونه نگرانی از بابت بینندگان. من ضامن که بینندگان عزیز نیز بسیار استفاده کردن از تخصص شما که با ما سهیم در این برنامه. سپاس از مهر شما و پذیرفتن من. پی خواهیم گرفت. تفسیر خبر رو با من و شما خواهند بود. در ادامه برنامه آقای حسن اعتمادی، استکهلم، سوئد.
با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد. سلام به شما آقای اعتمادی عزیز. سلام به شما آقای چلنگی گرامی، به همکارانتون و به بینندگان عزیز شما. آقای اعتمادی، به همونطور که در جریان هستید، این روزها برنامه‌های اقتصادی، برخوردهای اقتصادی، افشای فهرست قرضگیرندگان از بانک‌ها و پس که پس نخواهند داد و نمیدن و همه اینا منتشر شده. ببینید، این صحبت که در جمهوری اسلامی در واقع باندهای اقتصادی و مافیایی هست که گرداننده امور هستن، تا چه اندازه واقعیت داره؟ ببینید آقای چلنگی، ما در کشوری زندگی میکنیم که در 35 سال گذشته هر دولتی که بر سر کار اومد، یکی از شعارهای اصلیش این بود که اینا میخواستن با فسادهای اقتصادی موجود در کشور مبارزه بکنن و بازسازی اقتصادی بکنن. در تمام دوره این بود، از دوره آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی به همچنین. اما هیچ کدوم اینها تا به حال موفق به انجام این کار نشدن، با توجه به اینکه بسیاری از این پرونده هایی که شما بهش اشاره فرمودید که در رابطه با مسئله فسادهای اقتصادی، از مسئله راندخاری گرفته تا سیاستهایی که در رابطه با مسئله بانکهای دولتی است، آدمهایی مانند بابک زنجانی ها و یا آقازادگانی مثل آقای مهدی هاشمی که لو میره پرونده های اینها، رابطه شون با شرکت ها و کمپانی بزرگ نفتی و به اصطلاح سوء استفاده مالی کلانی که در طی تمام این سالها کردن. اما هیچ وقت ما ندیدیم که اولا عوامل اصلی این فسادها به طور آشکار و رسمی معرفی بشن و مجازات های جدی صورت بگیره و بعد برحال نتیجه بخش بشه و در پایان هم بتونیم ما واقعا این فسادها رو در کشور از بین ببریم. بنابراین یکی از دلایل اصلی وجود این فسادها سیاست خود دولت هاییست که تا به حال روی کار اومدن و این هم خیلی از یک طرفی هم خیلی طبیعیه، به دلیل قوانینی که در کشور هست. شما میدونید که در سال 2008 در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که طبق این قانون هیچ نهاد دولتی، حتی مجلس، دستگاه قضایی، حق دخالت و نظارت در امور داخلی نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری رو نداره. از طرف دیگه هم میدونیم که خود نهاد رهبری یکی از عوامل اصلی به وجود آوردن این فساد هاست، به دلیل اینکه سرمایه های کلانی داره، به دلیل اینکه تسلط بیش از حد و حسابی رو داره روی منابع مختلف اقتصادی کشور و در نتیجه خود این عوامل میتونن دست به دست هم بدن و زمین های فساد رو به وجود بیارن. عامل دیگه عامل عدم مدیریته، یعنی نداشتن یک مدیریت تخصصی که اگرم حالا اگر می‌داشتیم حتی این مسئله را، باز با توجه به قوانینی که در ایران حاکمه، چنین امری حاکم نبود که زمینه‌های فساد رو بشه در کشوری مانند ایران ریشه‌کن کرد. بنا به گفته آقای صفایی فراهانی، یکی از اقتصاددانان مشهوری که در ایران کار می‌کردند و نظارت داشتن و تجربیات بسیار با ارزشی در این زمینه دارن، 120 نهاد به اصطلاح بنیان مختلف در ایران وجود داره که فعالیت اقتصادی میکنه و این 120 نهاد جز به اون نهادهای اقتصادی هستن که به هیچ دستگاه دولتی و مسئول پاسخگو نیستن، یعنی خودشون به طور مستقل عمل میکنن و بنا به گفته خود ایشون 50% تولیدات ناخالص داخلی در اختیار این نهادهاست، در اختیار این 120 نهاده که بیشتر اونها مسئولیت و رهبریش باز دست یا روحانیت یا رهبر عمدتاً و یا سپاه پاسدارانه. بنابراین در یک چنین شرایطی هیچ انتظار رو شما نمیتونید داشته باشید از دولت آقای خاتمی یا از دولت آقای روحانی و دولت آقای حتی خود آقای احمدی نژاد که ایشون هم ادعا میکرد که میخواد با فساد اقتصادی مبارزه بکنه، بخوان در یک چنین شرایطی جلوگیری بکنن و مانع به اصطلاح این نوع فسادها بشن. خب ببینید، این آیا درگیری هایی به وجود میاره یا درگیری های سیاسی که الان به نظر میرسه در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی هست، ریشش در همین مسائل اقتصادی هست؟ چرا منافعشون مشترک نیست این نهادهای مختلفی که از سپاه، بیت رهبری همسو هستن یا نیستن از نظر منافع؟ ببینید،
من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان تضاد است بین محافل قدرت سیاسی در کشور، همونطور که شما اشاره کردید، این است که هر کدام از اینها میخوان تسلط بیشتری رو منابع اقتصادی داشته باشن. به طور مثال آقای روحانی وقتی اومد سر کار، قصدش این بود که بتونه درآمدهای نفتی رو به دست بانک مرکزی بسپاره و با توسعه اقتصادی به اصطلاح بتونه مشکلات اقتصادی کشور رو از بین ببره. اما واقعیت اینه که همه ما میدونیم که یک طرف قدرت سیاسی در ایران سپاه و رهبری است و سپاه و رهبری به هیچ عنوان نمیاد شرایطی رو فراهم بکنه که اون جناح رقیب در حکومت بتونه امکان پیشرفت، امکان توسعه پیدا بکنه و کسب اعتبار بکنه. این کسب اعتبار چه در سطح بین المللی باشه و چه در سطح داخلی باشه، طبیعتاً نصیب هر کدام از این جناح بشه، مردم تابع اونها خواهند شد و طرفدار اونها خواهند شد. بنابراین یکی از دلایل اصلی که این دعواها رو نمیگذارن به سرانجام برسونن، به نفع مردم البته این دعوا به سرانجام برسه، دلیلشون رقابتی است که برای تسلط بیشتر بر کشور و بر جامعه رو دارن و به همین خاطر تلاش میکنن که امکانات و اهرم‌های اقتصادی رو در دست خودشون داشته باشن، در این حال بتونن تعیین سیاست بکنن، چه سیاست داخلی و چه سیاست بین‌المللی. خب ببینید، زمانی محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران، پادشاه فقید ایران، میگفتش که ما ناچاریم سرمایه گذاری بکنیم در زمینه صنایع مادر و زمینه هایی که وقتی به قرن 21 میرسیم که الان ما رسیدیم، ما و انقلاب اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین، آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و بقیه، همه با هم رسیدیم به قرن 21. ایشون حرفشون این بود که اون زمان ما بتونیم از نظر صنعتی جزء باشگاه جهانی باشیم. خب کره جنوبی و بقیه شدن، همچی پیش‌بینی‌هایی کردن یا برنامه‌ریزی‌هایی کردن. آیا ایران در حال حاضر برنامه‌ریزی داره از نظر اقتصادی؟ این چرخش سرمایه‌ای که هست، جزء از انتقال سرمایه‌های کلانی حدود 400 میلیارد دلار به دبی، سرمایه‌های در زمینه صنایع پایه. نکته بسیار جالبی رو شما بهش اشاره کردید. ببینیم در رژیم گذشته علی‌رغم ضعف‌هایی که در اون نظام هم وجود داشت، اما اون نظام یک برنامه اقتصادی داشت. قصدش این بود که پایه‌های اقتصادی و صنایع ایران رو پیریزی بکنه، از صنایع مونتاژ شروع کرد، ولی اما قصد داشت که پیشرفت ایجاد بکنه در این زمینه. در زمینه تجارت کوشش میکرد که بتونه با برنامه این عمل رو بکنه و در این حال متخصصین در اختیار داشت که بتونه این برنامه ها رو پیش ببرن. و اصولا در جوامع کلاسیک سرمایه‌داری همه چیز با برنامه است. همین امروز هم در دنیای سرمایه‌داری غرب، علی‌رغم همه بحران هایی که در اینجا دیده میشه، اما با برنامه ریزی دقیق میتونن جلوی بحران رو بگیرن، جلوی تورم رو بگیرن، بیکاری رو کمتر بکنن تا اونجا که امکان داره و بتونه شرایط پیش ببرن. اما جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی و نظر و دیدگاهی که داشت، اقتصاد رو خب از همون ابتدا که خاطرتون هست در طرف رهبر انقلاب ایشون فرمودن که اقتصاد مال خر است. بنابراین هیچ برنامه‌ای برای به اصطلاح پیشرفت یک سیستم اقتصادی کلاسیک امروزی و به قول شما قرن 21 رژیم نداشت. این رژیم اقتصادش بر اساس پایه اقتصادون بر اساس خمس و زکات و حق امام و صدقه و غیر و ذالک انجام میگیره از یک سو. از سوی دیگر منابع مالی و اقتصادی کلان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در دست گروه های مافیایی است که هیچ ربطی به دولت نداره، به سیستم نداره. حتی اگر این دولت و این سیستم با برنامه بود و منظم بود و حقیقی و حقوقی بود، بنابراین بر اساس همین هرج و مرج سیاسی که در این نظام وجود داره، باز ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که زمینهای پیشرفت به وجود بیاد. تنها چیزی که کمک کرد در طی این 35 سال به این نظام، درآمد کلان نفتی بود که بیش از 1200 میلیارد دلار اینا فقط تونستن نفت بفروشن و با این پول بتونن به نوعی حکومت و خودشون رو اداره بکنن. به نظر من هر سیستم اقتصادی بدون برنامه، بدون نظارت ارگانهای دولتی، ادارات مالیاتی، سیستم های به اصطلاح نظارت بر تولید و سود و بهره، بهرهی که به وجود میاد، قادر به پیشرفت نیست. بله. نکته اینه شما اشاره کردید که اقتصاد آقای خمینی، این حرف آقای خمینی رو آقای اسدی هم در نیمه اول گفته.
بگذارم از اینکه ایشون حرف ایشون این بود که اقتصاد مال خر است، چهارپایان است، ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم و من تصویر دیدم که خری رو پشت ماشین سوار کردن. حالا امیدوارم این تصویر بتونیم ببینیم. اما آیا واقعا بعضی چهارپایان هم بهتر شد از بابت کشاورزی، از بابت خوراک دام در ایران؟ ما میبینیم که باز ایران همچنان از این بابت ها هم حتی دست به دامن واردات هست، نیست؟ کاملا درسته. متاسفانه علاوه بر سیستم اقتصادی فاسدی که در کشور ما وجود داره و این سیستم اقتصادی تنها در اختیار به اصطلاح راندخارهای این حکومت و شما میدونید که در طی این مدت 33% از منابع مالی کشور در اختیار همین راندخارها قرار گرفته بود و بدون اینکه اینها کوچکترین مسئولیتی و پاسخگویی نسبت به اون وامهای کلانی که از دولت بانکهای دولتی گرفتن بخوان به اصطلاح ابراز بکنن. طبیعی است در یک چنین شرایطی تمام منابع تولیدی چه در اقتصاد صنعتی و چه در بخش کشاورزی به اصطلاح همه اینا از بین رفت و نابود شد و به همین خاطر است که امروز ما در زمینه واردات محصولات غذایی و خوراکی که بیشتر در این زمینه باید انجام بگیره دچار مشکل شدیم و ناموفق هستیم و وابستگی بیشتری در این رابطه به وجود اومده. اینا نشون دهنده اینه که هیچ کدوم از این دولت‌ها برنامه‌ای برای به اصطلاح پیشرفت و تولید در بخش صنایع کشاورزی و دامداری هم نداشتن. یعنی پس به این ترتیب حرف آقای خمینی این هست که یک سری از چی میگن چهارپایان دیگه هستن که وضعیت بهتری پیدا کردن در جمهوری اسلامی. به هر حال شما اگر بخواید تفسیر کنه، یعنی این نوع اقتصادی که در ایران هست رو چه تعریفی براش میدید؟ جناب چالنگی، این اقتصاد دلالی و بازار و اقتصاد انگلی است. ما یه پولی رو از طریق فروش نفت به دست میاریم. این پول نفت در دست بخشش در دست دولت، همونطور که عرض کردم، بخشش هم در دست اون 120 نهاد وابسته به دستگاه‌های دولتی و مافیایی و رهبری و نظامی امنیتی رژیم. اینها همه‌شون تجارت می‌کنن، همه‌شون وارد کنندن. کالا از خارج از کشور به ایران وارد می‌کنن و در بازار سیاه به هر قیمتی که بخوان اونها رو می‌فروشن، سودهای سرشار می‌برن. چنین اقتصادی به هیچ عنوان نمیتونه زمینه توسعه اقتصادی رو به وجود بیاره، نمیتونه ایجاد شغل بکنه، نمیتونه ایجاد به اصطلاح مراکز تولیدی بکنه، چه در صنعت و چه در کشاورزی. و در نتیجه چنین سیستمی اقتصاد ایران روز به روز ورشکسته‌تر، مزمحل‌تر و رو به نابودی خواهد گذاشت. و اون چیزی که امروز مردم ما باش روبرو هستن، چه از لحاظ مسئله بیکاری، چه از لحاظ مسئله معیشتی، مسئله آموزش، مسئله درمان، مسئله بهداشت، تغذیه، روز به روز این وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد، مگر اینکه معجزه‌ای صورت بگیره و کشور ما صاحب یک سیستم اقتصادی بشه که طبیعتاً ابتدا باید صاحب یک نظام سیاسی اصولی و منطقی که منطبق با شرایط به قول جناب عالی قرن 21 هست بشه تا بتونه این برنامه‌ها رو پیاده بکنه و عملی بسازه. به طور مختصر اگه بفرمایید اعتمادی، ببینید ادامه این وضعیت به کجا خواهد رسید؟ ایران زمانی اونطور که محمد رضا شاه پهلوی میگفت و خواستار بود، میشد نمیشد بحث دیگه است، ولی نمونه ها نشون دهنده این هست که امکان پذیر بود، چون کره جنوبی شد این آرزو یا این خواست رو که ما میخوایم ژاپن دوم بشیم، کره جنوبی و کشورهای دیگه شدن. چون الان ایران به کجا میره؟ بهتر از ژاپن یا به طرف بنگلادش هم دیگه نمیشه گفت، چون بنگلادش رشد اقتصادی نسبتا قابل توجهی پیدا کرده. آقا چالنگی، شاید این پیش بینی کار سختی باشه، اما من و شما با توجه به واقعیتایی که امروز شاهد هستیم که کشور ما هیچ سیستم و برنامه‌ای از لحاظ اقتصادی پیشتر و توسعه اقتصادی در زمینه کشاورزی صنعتی نداره و هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلات و معضلاتی که امروز مردم ما باش روبرو هستند رو نداره، به کجا خواهد کشید؟ از طرف دیگر طبیعتا متاسفانه به ما ظلم کرده. ایران در طی 10-15 سال آینده با مشکل
کمبود عجیب و غریب آب روبرو خواهد شد. در یک چنین شرایطی وقتی ما اقتصاد سالم نداریم، وقتی پروژه های عمرانی نداریم برای رفع مشکلاتمون، من فکر نمی کنم که آینده ما آینده امیدوار کننده باشه. آرزو می کنم که تا پیش از این که ما به اون مرحله برسیم راه حل سیاسی پیدا بکنیم و اوضاع این نظام و این حکومت رو بتونیم وضعیتش رو مشخص بکنیم و اداره مملکت رو به دست مدیران لایق و کسانی که به واقع قصد خدمت کردن در کشور دارند رو بگذاریم. البته از بابت کمبارانی نگران نباشید، آیات اعظام، حجج اسلام، اینها ادعیه رو بلدن، دعاهایی رو که میخونه و بارون خواهد آمد. بله، غفلت کردن دعای ضد طوفان و شن رو نخوندن که دیدید که بر سر تهران چه آمد با طوفان شنی که. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی عزیز، با سپاس بسیار از شما پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای وفا آذربهاری از واشنگتن. وفا آذربهاری روزنامه‌نگار اقتصادی دارای بیش از یک دهه فعالیت در این زمینه، روزنامه‌نگاری اقتصادی و البته زمینه‌های دیگر است. به نمایندگی از طرف شما به وفای عزیز خوش آمد میگیم در تفسیر خبر. سلام به شما آقای آذربهاری گرامی. سلام بر شما آقای چالنگی و بینندگان این برنامه. آقای آذربهاری، من و بسیاری از بینندگان این رو میدونن که شما به دقت اخبار اقتصادی رو هم زیر نظر دارید، زیر ذره‌بین خودتون دارید. برای من و بسیار روشن نبود سرنوشت این سبد کالایی که این همه جنجال برانگیخت در جمهوری اسلامی و این همه امید برای بسیاری چه شد، به کجا انجامید، حیف و میل شد، چه بر سرش اومد؟ سبد کالا بعد محصولی از دولت 11 دولت آقای روحانی بود و یک بار به اجرا گذاشته شد بر اساس آنچه که عکس‌ها و ویدیوهایی که از این سبد کالا درآمد به فاجعه ای تبدیل شد، نوع به اصطلاح مدیریتش و حتی واکنش مقامات حکومتی رو هم در بر داشت. آنچه که امروز حتی به سرتیتر بعضی از روزنامه‌های تهران تبدیل شده، عقب نشینی به اصطلاح دولت از سبد کالاس. سخنگوی دولت آقای نوبخت داره صحبت از این میکنه که دیگر عنوانی تحت سبد کالا نداریم، اون رو تغییرش دارن میدن به گفته سخنگوی دولت به حمایت‌های قضایی که جایگزین این در حقیقت سبد کالا بشه، اون هم برای اقشار آسیب پذیر. یعنی حمایت‌های قضایی منظور مواد خوراکی و ایناست، وگرنه حمایت قضایی به عنوان دستگاه قضاییه و اینا که سالها حمایت میکنه از مردم، زندان و شکنجه و اعدام و اینا، اون حمایت بر سر خودش هست. منظور یعنی چی حمایت قضایی؟ چطوری چه کار کنه؟ آنچه آقای نوبخت توضیح داده بسیار محدوده، در همین جمله کوتاهیست که بنده خدمتتون بیان کردم. ایشون همچنین اشاره داره که هزینه این به اصطلاح حمایت قضایی از طرف کمیته امام و بهزیستی تعیین میشه که حدود 2400 میلیارد تومان برای سال جاری در نظر گرفته شده. آنچه که باید یادآور بشیم، با تجربیاتی که لااقل از دوران هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد و حتی عقب نشینی که دولت آقای روحانی در مورد سبد کالا داشتن، عدم مدیریت صحیح در اقتصاد ایرانه. پیشا پیش آدم بر اساس آنچه که دیده میتونه چنین نکته لااقل این
مسئله رو مطرح کنه که این عدم مدیریت شک ایجاد میکنه، حتی در همین موضوعی که همکنون دولت داره بهش اشاره میکنه، یعنی حمایت قضایی، اینکه چجوری بخواد برگزار بشه. آقای آذرباد، اینی که در یک کشور ثروتمندی مثل ایران مردم رو به جایی برسونند یا برسند به این که به این شکل باشه، حمایت قضایی نمیدونم از طریق بنیاد امام یا جاهای دیگه، این ناشی از چیه؟ ناشی از همین مدیریت شما اشاره میکنین یا ناشی از تحریم هاست؟ ناشی از چی هست این آشفتگی اقتصادی؟ بنده تصور میکنم همون جوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان مجلس چنین مسائلی رو مطرح کردن، تحریم ها بخشی از این موضوع میتونه باشه و بخش کوچکی از آنچه گرفتاری های موجود، آشفتگی موجود و بحران اقتصاد ایران بخشیش میتونه تحریم ها باشه، بر فرض اینکه حتی این تحریم ها فقط فرض کنیم که برداشته بشه، مشکلات اقتصادی ایران همچنان پابرجاست. یادمون باشه همونجوری که حتی اگر نرخ دلار به شدتی که در زمان گذشته و در زمان اواخر دولت گذشته، دولت آقای احمدی نژاد، سیر صعودی داشت، اون سیر صعودی رو نداره. حتی امروز خبرگزاری های ایران دارن اعلام میکنن تقریبا 40 تومان ارزان تر باز شد نسبت به روز گذشته و 3180 تومان داره فروخته میشه، آنچه که خبرگزاری های ایران میگویند. ولی ما میبینیم فرقی در قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم نکرده. نهایتش اینه که اگر برخی از هموطنان بخوان سفر کنن، برن استانبول یا برن در دبی، دلار رو با نرخ کمتری میخرن. ببینید آقای امیرعباس هویدا، نخست وزیر پیشین ایران، یعنی نخست وزیر در دوران پادشاهی ایران، ایشون حرفی رو در دادگاه زد که بعدها خود صادق خلخالی که دیگه همه میشناسن، از آدمکشان اولیه حکومت اسلامی برآمده از انقلاب، ایشون آدمکش که میگم یعنی قاضی شهر بود که بسیاری رو حکم به اعدامشون داد و کشت، برام نقل کرد از هویدا. مثل همین امروز آقای آذرباری که خیلی ها، حتی آقای صادق خلخالی هم یه دوره اصلاح طلب شده بود، هر موقع ضرورت ایجاب کرد آمدن و درست خلاف حتی گذشته خودشون هم سخنانی گفتن. آقای خلخالی اون موقعی که در موضع اپوزیسیون همین حکومت دولت اون وقت قرار گرفته بود، گفت این حرفو ناچار شد نقل کنه یا مثال بود که آقای هویدا گفته بود زمانی من اومدم سر کار کبریت 1 ریال بود و الان هم که اینجا نشستم تا آخرین روز انقلاب این قیمت کبریت همون 1 ریال باقی بود. مدت طولانی هم هویدا نخست وزیر بود، بیش از 10 سال. ولی علت گرانی روزافزون در ایران چی هست؟ اون کبریت که فراموش کنید، هر چوبش الان نمیدونم 1000 دلاره، 1000 تومنه یا 100 تومنه، نمیدونم. علت این گرونی روزافزون چی هست؟ این روند گرونی به نظر میرسه باز آروم آروم داره پیش میره. چیه؟ درسته. علتش یکی از موارد اصلیش مسلماً سیاست‌های غلط پولی و مالی، بحث کسری بودجه. سخنگوی دولت آقای نوبخت در همین تازه‌ترین اظهارات خودشون اشاره به این دارن که از کسری 4200 میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه در 3 ماه اخیر صحبت میکنند. کسری بودجه خودش به خودی خود یکی از دلایل گرانی میشه. یادمون باشه
اسناد و اظهاراتی که شده در سالیان اخیر چاپ اسکناس بوده در سالهای متمادی در ایران و این چاپ اسکناس بدون پشتبانه در حقیقت خودش یکی از دلایل این گرانی هایی است که داره رقم میخوره. گزارش هایی که خبرگزاری های ایران آقای چالنگی در چند روز اخیر منتشر کردن دارن اشاره به این موضوع میکنن، چون در آستانه ماه رمضان هم کم و بیش هستیم، دارن اشاره میکنن قیمت زولبیا و بامیه تا 25% افزایش پیدا میکنه، کمتر دیده شده موقعی چنین پیشبینی هایی بشه این نرخ ها گران نشه. البته این رو هم باید یادآور بشیم که به صورت سنتی همواره موقعی که چه عید چه ماه رمضان افزایش در به اصطلاح تقاضا سبب ارزانی کالا در ایران هیچ وقت نمیشه، بلکه برخلاف خیلی از اقتصادها و کشورهای دنیا این تقاضای بیشتر تازه نرخ کالایی رو بیشتر میکنه. باز هم گزارش ها داره داده میشه که قیمت شیر وضعیت افزایش قیمتش آخر هفته مشخص میشه. ما دیدیم با تمام اینی که دولت آقای روحانی تاکید اول میکرد که اجازه افزایش قیمت خودرو رو نمیده، قیمت خودرو رسما کلید خورد و خودرو گران شد. به همون خاطر ریشه این گرانی مسلما در سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت یک بخشش خواهد. خب البته این افزایش تقاضا در موارد بسیار هست باعث افزایش قیمت‌ها میشه و در مواردی هم هست که خب ممکنه باعث کاهش قیمت‌ها بشه، اما من مطمئنم این زوبیا و بامیه در آستانه ماه رمضان گرون شده این دو غذای نسبتاً باستانی مردم یا این دو شیرینی قدیمی حتما قیمت پشمک هم به همین شکل است. در جمهوری اسلامی قیمت پشمک بالا بره بسیار قابل توجه هست حتما بدون تردید. ولی آقای آذربهاری یکی از علتهای گرونی در ایران آیا این نیست که اقتصاد فقط یعنی زمینه رقابت چندان باز نیست برای همگان حتی در بله. زمینه واردات انحصاری است اقتصادی رانتیست. امروز آقای چالنگی موضوع اصلی که روزنامه شهروند بهش در تهران اشاره کرده در مورد همین وضعیت بازار ارز، شما موقعی که اون مطلب رو مطالعه کنید خواهید دید که در اون گزارش مدعی شدن که در حقیقت همین که دلار به یک ثبات نسبی در حقیقت رسیده و گران نمیشه، از چهارشنبه هفته گذشته برخی از سایت هایی که نرخ دلار رو اعلام می کردن خود فیلتری اسمش رو گذاشته به نقل از محمد کشتیارای که ایشون رئیس در حقیقت صنف طلا و جواهر هستن. این نشون میده خودش شما یک اقتصادی رو که بخواد شکوفا باشه یا به سمت خوب در حقیقت حرکت کنه بر پایه اطلاعات و آمار و ارقام درسته. ولو اینکه در اون گزارش مدعی شدن برخلاف دوران احمدی نژاد این به وسیله دولت این فیلترینگ صورت نگرفته و این اشخاص و صرافی هایی هستند که این کار رو انجام میدن، خودش به خودی خود به شما نشان میدهد که آن نیروهایی که به اصطلاح در سیاست ایران نیروهای خود سر ازشون یاد میشه در تمام عرصه های موجود در جمهوری اسلامی ایران وجود دارن و یک بخشیش هم در اقتصاد هست این نیروهای خودسر. و با چنین وضعیتی که شما نرخ حتی ارز رو به گفته این نشریه اشخاصی هستن که میتونن خودشون خود سانسوری کنن یا اصولا اعلام نکنن، دیگه بحث هایی مثل سرمایه گذاری خارجی
و این بحثایی که دولت میکنه و دنبالش هست تا حدود زیر سوال میره و حتی شوخی به نظر میرسه. در همین زمینه نرخ طلا رو هم در واقع الان در نوسان هست نیست؟ یا پنهان هست؟ چی هست؟ نرخ در حقیقت سکه، چیزی که بسیاری هم به علت سرمایه گذاری هم قابل لمستره برای مردم، بحث مهریه و اینجور چیزا میتونه پیش بیاد. قیمت سکه تمام طرح جدید همین امروز بیش از 15,000 تومان باز آمد پایین، که نرخش امروز 942,700 تومان دارن اعلام میکنن. آنچه که در این گزارش ها میآید، در خبرگزاری های ایران خودشون میگن به نقل از کارشناسان اقتصادی، این به اصطلاح خوشبینی بازار سکه و ارز نسبت به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با غرب. به نوع دیگری ما میتونیم این رو بیان کنیم که اگر احیانا این مذاکرات به آن جایی که بازار بهش چشم دوخته ختم نشه، پس این قیمت ها میتونن آزاد بشن. و یک بار دیگه هم یادآوری میکنیم، هرچند که این قیمت ها آمده پایین، ولی در قیمت کالاهای اساسی در ایران هیچ فرقی نکرده. دولت داره اعلام میکنه، حتی تو نشست خبری آقای روحانی هم روز شنبه خود ایشون هم گفتن، دارن این بحثا رو مطرح میکنن، سخنگوشون هم میگه که در حقیقت کاهش تورم ارزانی نیست، ما فقط جلوی سرعت گرانی رو به اصطلاح گرفتیم و به چنین چیزی مفتخر هستن که انجام دادن. خب آقای آذربایجانی، یه نکته رو اشاره کردیم، بازار چه توقعی داره که یعنی این مذاکرات این روند به کجا بیانجامه؟ آنچه عیان است به برقراری رابطه با امریکا بیانجامه. بحثی که همیشه مطرح بوده و در دوران اخیر خیلی پررنگتر مطرح داره میشه. خب آزادی، باز کردن درهای اقتصادی به روی بازارهای جهانی، داشتن روابط با جهان آزاد یا به طور کلی با دنیا به طور درست، پیامدهای خواهد داشت مثبت برای اقتصاد ایران، نهایتا سفره مردم؟ برداشتم برای اینه که لااقل منفی نخواهد بود. این یک سرمایه گذاری هایی رو در ایران میتونه در بخش نفت و گاز ایجاد کنه، میتونه سبب اشتغال زایی هایی بشه و به هر حال ما آنچه که تجربیات تشدید تحریم های بین المللی رو در گذشته و در دوران احمدی نژاد و عبور دلار از مرز 4000 تومان داشتیم، این بود که شرایط میتونه خیلی بدتر بشه. آنچه که در دهه های اخیر مردم ایران باش گرفتار بودن. سپاسگزار هستیم آقای وفا آذربایجانی. این نکته رو هم من برای بینندگان عزیز توضیح بدم که آقای وفا آذربایجانی مدیر و سردبیر رسانه خبری امروز نما هستند که آدرس اون رو روی صفحه میبینید، آخرین خبرها رو در زمینه های مختلف از جمله زمینه های اقتصادی روی این تارنما خواهید دید و البته به زودی به شکل گسترده تری این سایت وبسایت امروزنما هم به راه خواهد افتاد. درست میگم آقای آذربایجانی؟ به زودی نیست؟ درسته، فعلا ما در شبکه اجتماعی هستیم، وبسایتش رو امروز کار میکنم. فیسبوک امروزنما رو روی صفحاتش رو میبینید. سپاسی دوباره از شما. سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبدان و آسماری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.